بسم الله الرحمن الرحیم سلام وقتتون بخیر با کافه پرسش به همراه دوستای خوبم در خدمت شما هستیم محمد جواد عزیز سلام وقتت بخیر سلام علی آقا و همچنین به دوستای عزیزم خیلی ارادت منده. و سلام خدمت شما بیننده عزیز امیدوارم که هفته خوبی رو در کنار همدیگه بگذرونیم و از دیدن این برنامه شما لذت ببرید سید امین حسین عزیز سلام وقتت بخیر سلام علی عزیز و دوستان خوبم که در استدیو حضور دارن و همچنین شما بینندگان عزیز که با نگاه گرمتون ما رو دنبال میکنید با قسمت جدیدی از برنامه کافه پرسش در خدمتتون هستیم ما رو دنبال کنید و دوست دیگری که با ما همراه هست محمد صادق عزیز سلام وقتت بخیر خوش اومدید سلام عرض ادب خدمت شما علی آقا و رفقای گلم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز امیدوارم که هر جا که هستید سالم و سلامت باشید و نگاه اهل بیت به زندگیتون و خودتون باشه تشکر میکنم از شما محمد صادق عزیز از شما بینندگان و همراهانم تشکر میکنم که با ما همراه هستین نکته در رابطه سوال پرسیدن خدمتتون عرض بکنم که هیچ کس از مادر عالم و دانشمند متولد نشده و کلید رسیدن به تمامی اون چیزهایی که انسان میخواد بهش برسه سوال پرسیدنه پس سوال پرسیدن رو در زندگی خودتون قرار بدید اما سوال پرسیدن روش های مختلفی داره سوال پرسیدن شخص باید وقتی که سوال میپرسه برای کسب دانایی باشه و از روی مسخره سوال نپرسه اینها نکاتی که اگر در سوال پرسیدن ما رعایت بکنیم حتما به دانش خودمون افزوده خواهد شد و میتونیم شخصی باشیم که از سوال پرسیدن خودمون علم رو کسب بکنیم 2398 990 164 76 86 در خدمت شما عزیزان که سوالات خودتون رو در رابطه با برنامه از ما بپرسید یک فاصله کوتاه تقدیم شما بینندگان می عزیز میشه کارشناس به جمع ما اضافه میشه و با کارشناس همراه شما هست من میخوام از یه استاد دانشگاه سوال کنم یه انسانم یه مسلمانم یه شیعه ام یه روحانی ام یه ایرانی ام یه سیدی کشور ما اگر بنا امن ما تعظیم در قدیر ما این امن تعظیم نداشوجی قدم یا این مملکت نه حتی مستحب است این نداشته معلم نداشته, این نداشته. که به این معنا الذین یتبعون رسول النبی خودش تبیین عقلی از اون خود ارائه کنه و خدای به م... ام... انتخاب یک خوب بانوی منعطفه است اگر یه بانوی منعطفه بود اگر از اگر انسان جز ترکیب کاری انجام نمیده انسان مواد را به هم را در... در هر مردی آشکار نکنید محرم ها از ما من میشمورم از ما مبانی چندونیمون را محرم ها دا میشمورم دینت از موی روی دانایی بریم بفنید یعنی اگر تو خدا را از روی علم سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی الحمدلله کارشناس هم به جمع ما اضافه شدن این هفته شاید این جلساتی که در پیش داریم نگم مختص این هفته باشه در خدمت حجت الاسلام شیخ حسن شفیع هستیم سلام وقتتون بخیر خوش اومد سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما هم خدمت حضار محترم هم بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم امیدوارم که انشالله توفیق داشته باشیم که این هفته خدمت شما بزرگواران محضر اهل بیت علیهم السلام خوب نوکری کنیم ان الان حالا هوای برنامه با گذشته تفاوت پیدا کرده چهار اه. پرسشگر و یک کارشناس نظرتون چیه شاید هم برعکس چهار کارشناس و یک پرسشگر باشه حالا باید یکم پیش بریم ببینیم شاید. ما بیشتر از آقایون سوال می‌کنیم یا آقایون نه فکر می‌کنم خوب باشه حالا این مدل اگر حالا شب اوله برداشت من اینه که شاید یه کمی بحث گرمتر بشه سمیمیتر بشه و راحتتر بتونیم حرف بزنیم این سه چهار نفر بالاخره هر کدومشون نماینده یک سلیقه و یک تفکر هم میتونن باشن شاید خیلی سوال هایی که به ذهن مثلا بینندگان میرسه و یک کارشن، یک مجری اگر باشه شاید خیلی اون سوال ها به ذهنش نرسه ولی چهار نفر حتما میتونن بیشتر جمع بکنن سوالات که در ذهن شنوندگان بینندگان هست امیدوارم که انشالله خوب پیش بریم سلامت وقتی که تقویم رو نگاه بکنیم در ایام ولادت حضرت زینب سلام الله ها هستیم و در آستانه هم هستیم حالا مختصه اون روز هم نیست بخوایم از این بانوی بزرگ اسلام بیشتر صحبت بکنیم و الگو برداری از این بانو میدونیم که حضرت زینب الگو فقط برای بانوان نیستن برای مردم هم میتونن الگو باشن چرا که سیره رفتاری ایشون به ما درس بسیار زیادی رو آموزش میده از این بانو در این چند شب صحبت بکنیم فکر کنم مناسب باشه بله این که یه نکته که شما فرمودین این که فقط الگوی برای بانوان نمیتونن باشن ما در مورد صدیقه تاهر سلام الله هم این حدیث زیبا رو از وجود مبارک امام عصر ارباه له الفدا داریم که حضرت فرمودن ان ابنت رسول الله لی اسوه حسنه پس. که دختر پیغمبر بهترین اسوه و الگو برای من که حالا امام زمان سلام الله علیه هستند ایشون فهمان که بهتر پس میشه یک زن الگو باشه در عبادتش در رفتارش در ولایت پذیریش در توجهش به امام در ارتباطش با خداوند متعال در سیره اجتماعیش ارتباط با همسرش با فرزندانش بالاخره زوایای زیادی زندگی یک فرد داره که میتونیم بالاخره حضرت زینب سلام الله علیها رو از اون زوایا به عنوان الگو بررسی بکنیم زندگیشون رو و استفاده بکنیم اگر بخوایم به عنوان اولین خصلت بیوی بی دو عالم حضرت زینب کبری سلام الله علیها صحبت بکنیم کدام خصلت شما امشب اصل این ببینید من یه نکته رو میخوام عرض بکنم این حالا جمع باهاش موافق هستن یا نه اگر موافق بودن از همین بعد شروع میکنیم اگر موافق نبودن بعد یک مورد دیگه رو مطرح میکنم من گمان میکنم که در این ایام بین متدینین بین مذهبی ها کسانی که در این روزگار این دین رو به عنوان یک اصوه و الگو و یک مسیر برای زندگی برای خودشون انتخاب کردن یه اختلافی افتاده و اون هم اینه که یه تعدادی از کسانی که دین رو پذیرفتند مناسک دین رو به صورت کامل نپذیرفتند یا پذیرفته بودن الان ترکش کردن نومنو به بس و نکفر به بله. بس یا می‌بینید مثلا بعضیا در عقایدشون در توحید و نمیدونم نبوت و امامت و این حرفا به هیچ تردیدی ندارن اما وقتی به مناسک میرسن یعنی به همین فروع دین به نماز و روزه و حج و نمیدونم امر به معروف نهی از منکر و خمس و زکات و این حرفا وقتی میرسن به ضعیف عمل میکنن یا یعنی وقتی همون کسی که میبینی در مثلا گفتگوها و در بحثها خیلی به صورت جدی دفاع میکنه مثلا از مرام اهل بیت یا وقتی کسی از اون طرف بخواد تعریفی بکنه سریع جواب میدن تو همین فضاهای مجازی دیدیم خودمون وقتی گروهی داریم مثلا توی گروهی بحثی وقتی پیش میاد بحث اعتقادی باشه یعنی خیلی ها دفاع میکنن اما همین ها وقتی در زندگی شخصی وقتی نگاه میکنی در زندگی عبادی در حقیقت تو عمل آره در عمل وقتی نگاه میکنی این همین آقا وقتی که مثلا صدای اذان بلند میشه برای نماز خیلی رغبتی نداره توجه ندارد. آقا شما چن الان با این تعصب وارد میدان شدی و از امام دفاع کردی و از این شبه ای که مثلا به بحث عزاداری مطرح شد چنان دفاع کردی دو تا سه تا گشتی پیدا کردی مطلب آوردی شاهد آوردی اینو بیان کردی چی شد خب الان به نماز که رسیدی نمازی که سفارش همین امامیه که تو الان به خاطرش انقدر تکاپو داشتی تلاش کردی دست و پا زدی تا دفاع بکنی چرا کلام اهل بیت تو این مناسک خیلی بر ما جدی نیست یا ما جدی نگرفتیم این رو حالا نمیخوام ریشه یابی بکنم که ما خیلی بالاخره رجایی شدیم و در خوفمون کمی به مشکل خوردیم بالاخره مؤمن رو خود اهل بیت سفارش کردن بین خوف و رجا باید باش ما یه وقتایی توضیح خوف و رجا ببینید بالاخره اینکه انسان امید داشته باشه به اینکه خب ما دیگه الان مسیر حق رو پیدا کردیم مکتب اهل بیت مکتب حقی است و فرقه ناجیه همین شیعه اثناعشری هستن که پیغمبر فرمودن امت من هفتاد و سه فرقه میشن یه فرقه شون امت ناجیان هفتاد و, دو هفتاد و دو فرقه اینا دیگه منحرفن و مسیرشون به سمت جهنمه من خیالم راحت بشه که شیعه عشریه با استدلال با برهان با شواهد متعدد قرآنی و روایی مسیر حق من این مسیر حق رو انتخاب کردم پس من یه کارم آره دیگه من بهشتی, بهشتی هم, هم صد در صد و دیگه این این میشه خو... رجایی این کسیه که فقط رجا داره یعنی امید داره, امید داره. امید داره. از ترسی از در, در کارش نیست یکی هم اون طرفه که فقط میترسه اینکه آقا نه اینا دستگیری نمیکنن معلوم نیست این اعتقادات من نجات بده من چی هم... خب اون طرفش هم اهل بیت هم کسی اون طرف هم نیفت ولی یه چیزی بین این دوتا رو انتخاب بکنه یه کمی امید یه کمی ترس اگر ترس بر او غلبه کرد خودش رو به رحمت خدا به دستگیری اهل بیت امیدوار بکنیم اگر از این طرف آمد مثلا من گمان میکنم ریشه این بالاخره بی توجهی به مناسک دین به احکام دین همین باشه که ما یک کمی در امیدمون یا بیش فعال شدیم در امید توانی کمی پیشرفته شدیم بیش فعالیم در امید زیادی امید داریم زیادی امید, داریم یه گزارشی رو حتما شما هم شنیدید من به خاطر این تتمهش عرض کنم که سید ابن تاووسی که گزارش میده از اینکه از پله های سرداب غیبت پایین میرفتم و صدای امام اصر ارواحنا الله رو شنیدم که در رمازشون در قنوت دارن دعا میکنن که اللهم ان نشیعتنا من خلق من فاضلتنا تنا يهزنون الحزن یفرحون فرحنا یه چند تا جمله داره بعد به اینجا میرسه که حضرت طلب استغفار میکنن برای شیعیانش. میفرماین که عرضه میدارن خدمت خداوند متعال که خدایا محبین ما شیعیان ما اگر نامه عملشون از کار خیر چیزی کم داره از نامه عمل من مهدی بردار به نامه عملشون اضافه کن. اگر گناهشون زیاده اینها گناه رو نه از در لجبازی و اناد با تو بلکه به پشتوانه ولایت ما گناه میکن یعنی خیالش راحت مثلا یک اتفاقی یه جریانی حساسیت آنچنانی نداره چرا میگه آقا اهل بیت اصلا دست من نمیگیرن امام زمان هست برای من دعا به اهل بیت کرمه. احسن همین رو سید ابن تاوس اون گزارش میره که اگه وقتی گناهی هم میکنند دلگرمیشون به ماست یعنی امیدش انقدر زیاد شده دیگه از خوفه یادش رفته فراموش کردی که با بالاخره جهنمی هم هست ممکن یه درصد آمدیم و خدا نگذشت من توفیق توبه پیدا نکردم یه درصد آمدیم و من با این مسیر با این گناهایی که دارم انجام میدم از این مسیر دور شدم بالاخره ثم مکان عاقبت الذين اساءوا سو ان به آیات الله آیه قرانه میگه گناه روی گناه روی گناه نتیجهش میشه تکذیب یعنی شما یه خودتونم خودتون دیدید شاید مثال هایی تو ذهنتون باشه یه کسی تا یه دوره اهل بیتی بوده شیعه بوده یه دفعه ای خبرش میاد برای شما مین اصلا بریده از هیئت بریده از مسجد بریده از دین بریده خود خود گناه کردن باعث شده که اصلا کلا اعتقادش کنار از ب... آره دیگه از بیخ هم منکر همه چی بشه خیلی فراموش استاد کنم یعنی این که این شخص از دین زده شده همینه که علی آقا گفت خورده خورده گناه کرده به اینجا رسیده یا این که دلیل دیگه میتونه داشته باشه این آیه, آیه ای این آیه ای که ارز کردم این آیه ای که کردم مضمونش همین سم مکان آقبت الذین اصا اصو عاقبت کسایی که کار بد میکنند یعنی نه الان تکذیب میکنن الان تکذیب دین تکذیب آیات الهی نیست الان متدگیرن به صورت ذات عاقبتش این میشه که انکذبو به آیات الله یعنی امروز میگی خدا میگه بله هست پیغمبر هست امام هست بهشت هست جنم هست عذاب قبر هست همه اینا رو قبول داره اما چون مبتلای به گناه شده و در صدد جبران نیست در صدد ترک نیست عاقبت کارش این میشه که نهایتا کارش به تکذیب میکشه میگه بابا این همش حرف اینا رو در سر ما کلا گذاشتن اگه وقتی اینطور دیدید بدونید این از کسایی بوده که مبتلا بوده به گناه اما در صدد توبه نبوده در صدد جبران نبوده بالاخره هر کسی تو زندگی وقتی اشتباهاتی رو ممکن انجام بده اما یا وقتی کسی اشتباه میکنه و توبه شو میکنه یک وقتی یه کسی میگه با حالا این گناه که گناهی نبود حالا این که چیزی نیست کوچیک شمردن گناه کوچیک شمردن گناه احسان دیدی به یه کسی مثلا یه تذکری میدن که آقا این گناه رو مرتکب نشو میگه برو جلوی مثلا این اختلاسا رو بگیر چه ربطی داره یعنی این گناهی که من انجام میدم در برابر اون گناهی که فلانی انجام داد اصلا به چش نمیاد سبک شمردن گناه اینی که امام کاظم سلام الله علیه که نگاه نکن به اینکه گناهت کوچکی و بزرگه این توجیه رو برای خود دارم حالا این چیزی من به اندازه یه خودکار مثلا از فلان جا برداشتم یه دو تا جمله باش نوشتم بله این مربوط به من نبود حق الناس ولی مهم حالا به اندازه دو تا جمله مهم نیست حضرت هم اینطور نگو این کاری که کردی معصیت کیو کردی معصیت خدا رو کرد. محص... به این نگاه کن که تو داری نافرمانی و دشمنی و لجاجت با خدا میکنی. این مهم هست یا مهم نیست؟ مهم درست. حالا به مصداقش به دو تا جمله نوشتن با خودکار باشه که برای خودت نیست یا به این که سه میلیارد بدوزی هر دوتاش در معصیت خدا بودن که یکسانن بله اون چوب سنگین تری داره عذاب سنگین تری داره این عذاب شاید سبک تر باش آقا ما شاید مشکل از خودمونم باشه گهگداری برای بزرگ نشون دادن یه گناه یه گناه دیگر رو باهاش مقایسه میکنیم مثلا خیلی بارها شده شنیدیم که حق الله و خدا شاید ببخشه ولی حق الناس رو نیبخشه ما اینجا میخوایم حق الناس رو بزرگ جلوه بدیم در صورتی که حق الله این وسط سبک شمرده سبوش. میشه همین این باعث میشه که ما به حق الله یه مقدار به دیده یعنی خیلی احسن که البته به نظرم خود سبا شمردن گناه گناه های کبیره باشه درست بله دیگه بله از اون سنگ،, سنگ از خیلی. گناه سنگین تر حضرت از, از گناه بدتر سبک شمردن اون گناه یه چیزی شما فهم بودین که اگه کسی دیدیم که منکر داده میشه قبلش پیش گناه داره آیا 100 درصد میتونیم این حرف بزنیم یا نه همه افرادی که عاقبت به شر شدن اینطور نبودن ببینید این گزارشیه که خدا داره از این طرف میده یعنی میگه که اگر کسی مبتلای به گناه شد جبران نکرد توبه نکرد عاقبتش این میشه داره از عاقبت این خبر میده اما نه هر کسی که عاقبت به خیر شد عاقبت به شر شد قبلش هم مبتلا به گناه بوده گرچه ما وقتی کنکاش در روایت رو کنیم از اون آیه ارز کردم بر نمیاد ولی تو آیات و رو دیگه نگاه میکنی نمیشه که یه کسی همه عمرش رو در راه خدا مجاهدت کرده باشه عبادت کرده باشه تلاش کرده باشه بعد خدا آخرالامر دستش رو نگیره آخرالامر او رو به حال خودش واگذار بکنه نه توفیق میده خداوند متعال به کسی که ببینید چون اینا پله پله جلو میره یعنی چی یعنی اگر کسی یه گناه انجام داد گناه کوچک جبرانش نکرد پله ای میشه و زمینه ای میشه برای گناه بزرگتر حالا بیاید تو عبادات تو اطاعت اگر یک کسی تو یه امر خیلی کوچیکی یه امری که شاید خیلی به چشمم نیاد اطاعت خدا رو کرد حواسش رو جمع کرد خدا به این توفیق میده در مرحله بعدی یه کار بزرگتر و مهمتر یه عبادت مهمتری رو انجام ده. حتی میشه به اصطلاح بله دیگه ما مشکل توفیق. توفیق خدا توفیق این که میگیم اللهم مرزقنا توفیق الطاعه توفیق طاعت رو میخوایم یعنی میگیم خدای تو زمینش رو بر ما فراهم بکن وقتی این بستر فراهم شد زمین فراهم شد من راحت این کار رو انجام میدم آقا تو منو به کربلا برسون تو حرم رفتن این جریانی که از مرحوم ملک نقل میکنن که میگن ایشون در عوان جوانی مشرف شد حج و اینطور دعا کرد که خدایا تو به من ثروت بده تو به من دنیا بده من آخرتم رو خودم آباد میکنم این خدایا من میخوام کار خوب بکنم زمینش اینه که پولدار باشم میخوام صدقه بدم حج برم به فقرا کمک بکنم نمیدونم مجلس روزه بگیرم این کارا رو انجام بدم زمینش اینه اینو به من بده حالا شما این پول رو در نظر نگیرید بگید خدایا من میخوام کار خوب انجام بدم توفیقشو بده یه وقتی توفیقش به پول یه وقتی توفیقش به قوه بدنی یه وقتی توفیقش به همت منه غالبا اینه که من همت اگر داشته باشم دیدید وقتی یه کسایی پولم ندارن همت عالی داره جمع میشه جمع میکنه از این اون پول فراوون یا حسینیه میسازه که شاید یک صدا میشم خودش پول نذاشته ولی چون همت داشته تونست این حسینی ها رو علم بکنه سرپا بکنه و بالاخره این توفیق دیگه حالا ما از خدا به صورت بله نمونه هممون دیدیم تو زمان. آره هممون دیدیم ما از خدا به صورت کلی توفیق میخوایم میگیم خدای تو توفیقش این زمینش رو بر ما فراهم بکن ما رو دلگرم بکن به ما امید بده به ما روحیه بده به ما انگیزه بده برای انجام دادن این کار این توفیقشه دیگه حالا من گمان نمیکنم کسی اینکه شما گفتین فرمودین که یک کسی مثلا یک عمری رو در راه خیر باشه بعد خدا کارهای خوب کرده باشه بعد خدا توفیق بهش نده که مثلا آخر هم با ایمان از دنیا بره نه خدا دستگیری کن از اون طرفش خدا داره میگه فرماد که اگر کسی اهل معصیت بود اهل گناه بود گمان نکنی که حالا من امروز یه گناهی کردم تموم شد رفت نه این همون تعبیر روایت که یک نقطه سیاه روی قلب ایجاد میکنه گناه فردا سیاهی رو بزرگتر میکنه گناه پس فردا سیاهی رو بزرگتر میکنه. کم کم دل سیاه میشه قصاوت قلبی که بله راه پاک کردن جلو گیری همین نماز یکی از راهاشه یک روایت خیلی زیبا داریم احسن یه روایت داریم که یک کسی آمد محضر امام صادق سلام داره شکایت کرد از خودش گفت یبن رسول الله من یه همسایه ای دارم که این همسایه اهل استماع لحوه یعنی یه وقتایی از خونه صدای ساز و آواز بلند می آوردن جاریه های مغنیه رو می آوردن اینها دف میزدن و و ادوات موسیقی که در همون زمان بود میزدن و مینواختن و می, می این همسایه ما اهل این کار هست. یه وقتایی من تو حیات خانه کاری دارم میرم تو حیات خانه این سر صدا از خونه همسایه میاد کارمو بیشتر طول میدم مثلا این کار من به دو دقیقه سه دقیقه جمع میشد میتونستم برگردم تو اتاق مثلا پنج دقیقه طولش میدم چرا تصنیفی که شروع شده مثلا من اینو تا آخر بشنوم حسینش سر اونجا مثلا حضرت فرمودن که لا تفعل این کار رو انجام نده بعد اون نفرمودن آقا لهوی بود لهوی نبود نمیدونم مرد میخوند زن میخوند این طور بود اون طور بود با چیا میزدن مثلا تب بود دف بود ستار بود چند تا حضرت هم لا تفعل کار انجام نده این لاین و غیل المؤمن این برای مؤمن سزاوار نیست که یه چیزی که اگر امام زمان سلام علیه بود الان این کار رو انجام میداد میشه این صدا رو گوش بده قطعا بس برای مؤمن سزاوار نیست حضرت اون لا تفعل اومد توجیه کنه عرض کرد ابن رسول الله من نمیرم تو حیات خانه برای این که این صدا رو بشنوم من کار دارم کارمو بیشتر طول میدم حضرت این آیه رو خوندن که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك کان انهم مسئولا حضرت فهمیدن ببین روز قیامت تک تک اعضا و جوارحت مورد پرسش قرار میگیره به تعبیر خودمون از پاس سوال میکنن که مجلس گناه رفتی یا نرفتی میگن من مجلس گناه نرفتم من رفتم تو حیات خانه به خاطر کاری که داشتم اما از گوشت وقتی بپرسن که تو استماع لحو کردی یا نکردی چی باید جواب بده میگه بله من من استعمال لفظ کردم من این موسیقی رو شنیدم من این صدا رو شنیدم اینا رو مقدمه کردم بعد حضرت بهش فرموندن که عرض کرد که آقا چشم من از این به بعد دیگه این کار رو انجام نمیدم خب همین که از این به بعد این کار رو انجام نمیدم اونی توبه دیگه من پشیمون شدم کار اشتباهی انجام دادم از الان به بعد دیگه این کار رو انجام نمیدم به همین مقدار حضرت اکتفا نکردن فرمودن قم فقتسل حالا که تصمیم گرفتی دیگه این کار رو انجام ندی بلند شو اول غسل توبه کن برای کسیه که این سوال شما یعنی همینه دیگه آقا من یه مدتی گناه می کردم، یه کاری انجام دادم که نباید انجام دادم، حالا چیکار کنم که اثرش بره قم فقط هست. تازه او سوال نکرد جالب اینه که او سوال نکرد حضرت خودشون دارن بهش راه رو نشون میدن بالاخره این گناه در قلب توی اثری گذاشته دلت رو سیاه کرد نیازه حتی بدون سوال پرسیدن احسن از خودت هم اگر نمیدونی آخه ما گمانمون برای که حالا این نگاهی که کردیم نگاه حرام این استماع لحوی که کردیم یا این فکر حرام یا هر چی هر کاری که انجام دادیم که نباید انجام دادیم میگیم تموم شد رفت گمان میکنیم فقط تو نامه عمل نوشته شد و الان که توبه کردم پشیمون شدم از اونجا پاک میشه نه یه اثر وزیر روی من داره دیگه این اثر وضعی چطور از بین میره حضرت فرمودن قوم فقط تسل بلند شو اول غسل توبه کن و سل ما بدالک تا میتونی نماز بخون این زنگار دلت رو این سیاهی دلت رو این نماز خوندن از بین میبره جلا میده این قلب رو این قلب الان دیگه از اون حلاوت و از اون شفافیت ابتدایی در آمد با این گناه هایی که کردی تیره شد بله چوب نمیزننت روز قیامت چون توبه کردی اما از این به بعد این قلبی که همرات کدر سیاهه میلش به بدی ها بیشتره در برابر خوبی های کمی مقاومتش بیشتره الان صدا از آن بلند میشه همچین کسل سختشی. بلند میشه آره سختته راحت بلند میشه با انرژی بلند نمیشه اما از اون طرف به مجلس گناهی اگر دعوت کنم همچین پر انرژی میخوای بری این اثر تیرگی قلب حتی گناه کردن خیلی راحت تره تا اطاعت خدا و هم به نظر من من مخالف تو... م... نه ببینید یه حرف درسته چرا؟ چون معمولا این گناه ها مطابق با پیشنهاد هوای نفس هوای نفس مثلا الان که ابزارش هم فراهم هست نه بحث اصلا بحث قلبه میگه وقتی قلبت کدرتر شده باشه میل به گناه بیشتره پس میلی به گناه وقتی بیشتر باشه گناه کردن راحت تره. شما یه فرزند که تازه بالغ شده در نظر بگی الان میل خوبی به بدی خوبی و بدی یکسانه در اون خب ولی رفته رفته همینجور که بزرگ میشه اگه کار بد کنه قلبش کدر بشه میلی به گناهش بیشتر میشه و برعکسش شما منظورتون همین بود؟ دقیقا همین رو خواستم ارزو کنم ایشون میفرمان که ببینید ما یک نفسی داریم که مرتب داره وسوسه میکنه یه وقتی گناه میفرمان آقا فلان مایع خوردنش حرام خون فرض خوردنش حرام خیلی مطابق میل هم نیست ایشون میفرمان که قالب گناه ها اینطوری که اتفاقا با اون هوای نفسه سازگاره یعنی ببینید مثلا موسیقی میگه آقا موسیقی گوش داد حرام میگه خیلی حال میده حال میده یعنی چی یعنی من میل بهش دارم قشنگ زیباست اتفاقا باید اینطوری باشه یعنی چون ما تو این دنیا در شرایط امتحانیم دیگه شرایط امتحان اگر به ما بگن آقا این کاری که اصلا نفست نمیپسنده و نفست دوست نداره مثل خوردن خون, خون نخور میگه اصلا من خوشم هم نمی اصلا بوش به من میخوره چشمم به خون میفته حالم بد میشه اما باید امتحان یه جوری باشه که بالاخره یه چیز دلخواه دلخواهی باشه, باشه هوای نفس یه وسوسه ای بکنه من دوست داشته باشم یا آقا به این چهره نامحرم نگاه نکن نفس میپسنده این صدا رو استماع نکن نفس میپسنده اتفاقا باید این مدلی باشه که من بگم خدایا چون تو گفتی من مخالفت میکنم با هوای نفس بعد لیاقت پیدا بکنم که خدا من پاداش بده یا خدا دستگیری بکنه از من به من توفیق بده اگر قرار بود که گناه ها اینطوری باشن کارهایی باشن که آدم اصلا نیبسنده خب دیگه پاداش دادن هم نداره دیگه یا اصلا امتحان معنا پیدا نمیکنه کسی سراغش نمیره اصلا یا از این طرف عبادات باید یه جورایی سختی داشته باشه آقا از اینجا تا مثلا عربستان بلندشم برم تا مکه بلندشم برم تو این هوا این همه هزینه بکنم این همه چی برم که دور مثلا خونه سنگی بچرخم برگردم باید کمی سختی داشته باشه که اطاعت کردن من رو لایق اون پاداش بکنه نکتتون درسته ولی باید همینطوری باشه خب اگه که بیننده ها از خارج بحث با ما همراه باشن میگن یعنی این همه سقرا کبرا چیدیم که برسیم به موضوع بحث این هفته شاید این جلسهمون که حضرت زینب کبرا سلام الله علیه هاست این صحبت بله بنامون بر اینه که ببینید عرض ما این بود که به عنوان یک الگو اگر قرار بشه حضرت زینب سلام الله علیه ها رو سیرشون رو بررسی بکنیم از زوایای مختلف از جمله عبادت با این مقدمه شروع کردیم که چرا عبادت بین متدینین هم الان یه کمی چرا این موضوع رو انتخاب کردیم چون به نظر میاد که ماهام که الان یه کمی تو این جامعه میگه آقا ما متدینی مذهبی هستیم مسیر اهل بیت و مسیر دین رو انتخاب کردیم خب بعضی دیگه تکلیفشون روشن کردن یعنی <تصفح> میگه آقا من دیگه اصلا نمیپسندم نمیخوام نه اجاب میخوام،, میخوام نه دین رو میخوام نه اهل بیت رو میخوام هیچ کدوم من میخوام زندگیمو بکنم اونا به،, به, کنار عرض ما این بود که ما هم که میگیم آقا ما مسیر دین رو انتخاب کردیم و میخوایم تو این مسیر باشیم چرا یه کمی داریم سستی میکنیم عرضمون این بود که چون یه کمی انگار به این امیده بیشتر دل بستیم خوف رو کنار گذاشتیم امید رو بالاخره بیشتر شد. داریم بهش بها میدیم لذا میگیم حالا عجم نرفتیم که نرفتیم خدا به حج ما محتاج نیست این مستطیعم حج نرم بعضی هم میگن خب می همین کربلا که میریم دیگه امام حسین ان شاء الله ما درست میکنه یا تو نماز اگه سستی میکنیم میگیم آقا حالا بالاخره نماز دیگه نماز رو مال خداست حق به فرمایش ایشو مثلا آقا حق الناس نباشه حق الله باشه اهل بیت خودشون شفاعت میکنه یه کمی فکر کنم اتفاقا ما باید بیایم تو سیره عبادی خود اهل بیت و پرورش یافته های مکتب اهل بیت مثل حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها تا بفهمیم که نه این اگر فکر ما این اشتباه داره میکنه یعنی اینی که ما فکر بکنیم که حالا نمازم اگر خیلی بهش بها داده نشود اگر حجم نرفتم اگر امر به معروف و نهی از منکر این عبادات دیگه فروع دین خیلی بهش بها ندادم دیگه مهم نیست اینا رو خود اهل بر ما جبران میکنه لذا پیشنهاد کردم که وارد بحث سیره عبادی حضرت زینب سلام الله علیها بشی به عنوان نمونه هم همین نماز گمان میکنم که خیلی نمود داره البته دو تا بحث به ذهن من بود که این دوتا میتونه خیلی کمک بکنه در سیره عبادی مختصرا عرض میکنم بعد واگذار میکنم که ببینیم نظر شما دوستان چی یکیش زیارت زیارت رفتن؟ زیارت رفتن خوب. انقدری اهمیت داره انقدری اهمیت داره و انقدری توفیق گمان میکنم و الان ادعای من این انقدری توفیق عبادت کردن توفیق خوب بودن از این زیارت به دست میاد که یک کسی مثل عقیله بنی هاشم سلام الله علیه ها، که سیره شخصی، سیره زندگی شخصیشون خیلی روشنه مثل یحیای مازنی که معروفه دیگه همسایه دیوار به دیوار عبدالله جعفره همسر عزیز یعنی همسایه دیوار به دیوار جد عقیله جده جده. بنی هاشم سلام الله علیه است. ایشون وقتی گزارش میده از این که مثلا من 20 سال همسایه بودم یک بار قد و بالای این بانو رو ندیدم یک بار رو نشیدم یک بار اینجور اینجور ولی او گزارش میده که همین خانم پرده نشین خانه نشینی که در مرعا و منظر نامحرم به هیچ وجهی هی ظاهر نمیشد اما زیارت میرفت حالا کیفیت زیارت رفتن بله با هموش اولا شبها میرفتن حسنین علیهم السلام طرفینشون بودن سمت چپ و راست رو امیر المومنین سلامون یه تعدادی از زن‌های بنی هاشم دوره می‌کردن که معلوم نشه مثلا کدوم از اینها زینب کبرا سلامون داره هست؟ همه اینها رایت پیاده بعد وارد حجره وقتی می‌خواستن بشن امیر المومنین سلامون امر می‌کردن مشعل‌هایی که در حجره قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست اینها هم خاموش بشه سوال میکردن آقا شب آمدین با این همه اسکورت هم. مثلا آمدین که حتی قد و بالای دخترم رو هم نمی‌خواد. خب این بهتر نبود که یه همچین مثلا خانواده ای همون تو خونهشون بمونن یه سلام بدن فاصله ای هم نداره مثلا خونشون با قبر معلوم این زیارت اومدن خیلی مهمه من از این میخوام استفاده کنم این اینقدری مهمه انقدری توفیق میاره اینقدری آثار و برکات داره که مثل زینب کبرا سلام الله علیها هم با همه اینکه شرایط زندگیش رو اینطور چیده همسایه ها دارن اینطور گزارش میدن اما از زیارت رفتن نمیگذره این یکی از چیزایی که درسهاییه که ما بدونیم آقا مخصوصا در مورد زیارت سید الشهدا سلام داره که تصریح شقی و بدبخت اگر به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه رفت سعید و خوشبخت بشه یعنی تا یه مدتی از عمرش تا 20 سال 30 سال 40 سال داستانش هم شما فراوون شنیدید که آقا تو مسیر نبوده یه وقتی کربلا رفت یا بردنش کربلا وقتی برگشته کلان عوض شد یعنی اثر زیارت درست شدنه اثر زیارت اصلاح شدنه اثر زیارت عاقبت به خیریه این رو میتونیم استفاده بکنیم این آثاری از... که شما گفتید همه در صورتیه که زیارت مستقیم و حضوری باشه چون الان خیلی هم اومدن میگن که حالا مثلا یا دسترسی نداریم یا وقتشو نداریم حالش نداریم از همین جایی که هستیم یه سلام بدیم کافیه دیگه ابو عبدالله هم قبول میکنه مشکلی نداره که یه همشه حرفی میزنه نه با توجه به سیره عقیله بنی هاشم سلام الله ها آثار نه اینکه اون اثر این سلام که از خانه میدم اثر نداره اونم یه اثری داره اما هیچ اثرش با رفتن کنار قبر همین کاری که زینب کبری سلام الله علیها میکردن با اون حیا با اون حجبشون با اون رعایت محرم و نامحرمیشون ولی می آمدن کنار قبر پیغمبر زیارت حضوری میکردن و برمیگشتن. استفاده این که میکنیم اینه که تا میشه باید رفت ولی وقتی راه بسته نمیشه از نمیتونی بری نه که نمیخوای بری نمیتونی بری مثلا رو پشتوان برو به سمت کربلا دست به سینه بذار سه مرتبه بگو صلی الله علیه و آله عبدالله اما کسی که میتونه بره ولو با سختی اتوانی از روایت همه استفاده میشه و آقا پول ندارم حضرت اون خب قرض کن برو آقا من خب حالا پول قرض کردم مثلا رفتم من خیلی وضع مالیم خوب نیست حضرت اون خب وضع مالی خوب نیست سالی لا اقل یه مرتبه برو آقا سالی یک مرتبه حج خانه خدا در کل عمر یک مرتبه واجبه بعد کربلا معلومه این آثارش خیلیه که اینقدر سفارش کرده یعنی من امروز یه وقتایی به بعضی از رفقا میگم میگم ما هر کاری که بکنیم برای تربیت اولادمون برای تربیت فرزندانم مدرسه خوب نمیدونم امکانات خوب تربیت خوب رسیدگی بکنیم حواسمون باشه کجا میره کجا میاد آخرش کنترل 100 درصد رو بچه‌ها نداره بهترین کار برای تربیت اولاد اینه که سالی یه لاقل کربلا بره سالی یه بار لاقل مشهد بره مرتب اون زیارت رو که میتونه بره این ارتباطش با اهل بیت حفظ بشه. اگه ارتباطش با اهل بیت حفظ شد دیگه نیاز نیست من بچه رو تربیت بکنم من بچه‌مو سپردم دست اهل بیت اهل بیت مدیریتش کنم فکر کنم راحت ترین کار امروز این باشه نه اینکه حالا راحت از جهت این. بهترین کار مناسب ترین کار حالا شما نگاه بکنید طرف چقدر میگه من حواسم بود دم، با کی میره با کی میاد کجا میره کجا میاد همه اینا رعایت کردم الان نمیدونم بچه‌م مثلا خب ما خیلی میگن وقتی میان برای درد دل کردن برای مثلا اینکه نظر ما رو به پرسان مشورتی بکنن این حرفا رو میزنن میگم اگر اینو دستش گذاشته بودی تو دست ابی عبدالله سلام الله تو دست امیرالمومنین سلام الله خیلی راحت تر بودی تا اینکه مدرسه خوب ببری امکانات بگیری نمیدونم تبلت و لپتاپ فکر می‌کنم وضعیت تربیت همین اینو با امام حسین آشتی داده بودی آشنا, آشنا کرده, داده. بودی تو هیئت آورده بودی تو مسجد برده بودی حرم برده بودی خیلی راحت تر بودی تا اینکه هزاران کار دیگه کردی اما سورش هم اونی که میخواستی یعنی درست بشینه به جای شوب درست کردن راه و نشونش بدیم خودش ادامه بدیم احسنت راه اهل بیت یعنی او رو بندازی تو مسیر اهل بیت حالا مصداق اتمش مصداق کاملش زیارت رفته خب حاجا اگه موافق باشین تا اینجا بشی که استوپی بزنین بریم یه فاصله کوتاه بگیریم بگردیم در خدمتتون هستیم در خدمت با ما در ارتباط باشید 2098 990 164 76 86 سوالات خودتون رو بپرسید دوستان من یک میان برنامه آماده کردن که با هم ببینید ممنون از شما که تا اینجای کار با ما همراه بودید امیدوارم استفاده کافی رو برده باشید و اما در خدمت کارشناس عزیزمون جناب آقای شفیعی هستیم حول محور سیره عبادی حضرت زینب که یکی از مواردش زیارت بودن با ما همراه باشید از بله توفیق داشتیم الحمدلله به،, به, واسطه مقدماتی رسیدیم به توجه به سیره عبادی حضرت زینب سلام الله علیها ها و عرض کردیم این نکته مهمی که در زندگی حضرت زینب سلام الله علیها میشه بهش توجه کرد اهمیت دادن به زیارت و آثار و برکاتی که زیارت اهل بیت علیهم السلام میتونه داشته باشه اما به صورت کلی اگر بخوایم یکی از موارد مهم رو در زندگی ایشون که من گمان میکنم الان به این مورد خیلی بیشتر احتیاج داریم توجه به این مورد رو بیشتر احتیاج داریم اهمیت دادن به بحث نماز یعنی اگر لحظات خاص و ویژه زندگی حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله ها رو ما مد نظر قرار بدیم بررسی بکنیم ببینیم نماز توش خیلی برجسته است چند تا استفاده میشه کرد از این بحث و از توجه کردن به نماز این که نگاه بکنید ببینید در پرورش یافتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام اون چیزی که مشترک بینشون یعنی نمیشه ای کسی ادعا بکنه یا ما او رو به عنوان پرورش یافته مکتب اهل بیت به مردم معرفی بکنیم بگیم آقا تاریخ این رو میگه اما در سیره او در زندگی او کم توجهی به نماز باشه بی توجهی که اصلا کم توجهی این رو اصلا نداریم دلیلش چیه دلیلش روایتیه که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به ما رسیده از و عمود و دین یعنی اگر متدینی اگر دینداری خیمه دین رو این ستون افراشته شده اگه قرارش این ستونه نباشه که این خیمه رو زمینه دیگه هم همین حدیث که حالا ما خیلی شنیدیم و خیلی هم شاید تکرار کردیم و رو در دیوار مثلا شاید خیلی خوندیم اما بهش بی و واقعا میشه کسی ادعا بکنه که من دیندارم اما نسبت به نماز بی باشه کم توجه باشه نماز براش مهم نباشه یه کسی اگه بهش گفتی آقا اول وقت بالاش نماز بخون میگه حالا وقت زیاد یعنی بی توجهی دیگه یا کسی هم نگه من خودم صدای اذان رو الان میشنوم خیلی برام مهم نباشه که حالا صدای ازان و معلم یه کار خاصی رو انجام بدم و... یه سری روایات هست ویژه است نسبت به نمازی که امروز من نگام کنم در جامعه خودمون اون قدری که باید اهمیت داشته باشه اصلا نداره مثل چی؟ مثل فرض و فرمایید که روایتی که از لحظات آخر زندگی امام صادق سلام الله به ما رسید خیلی مشهور معروف همه هم شنیدیم ارزم ای نیست که ببینید احادیثی که دارم میگم نکاتی که میخوام میگم غالبش تکراریه از باب تذکر ارزم و ذکر و این نزکراتن تنفع المؤمنین مطلب جدیدی نمیخوام بگیم درد ما الان بی‌توجهی به همین مطالبیه که خودمون میدونیم آقا من یه جا میونه کلامتون خونده بودم که کم توجهی به نماز گناه بزرگتری نسبت به بی‌توجه بودن درست همچین چیزی؟ ببینید قطعا کسی که نماز نمیخونه بدتر از کسی که نماز میخونه ولی بی توجهه یعنی مثلا آخر وقت میخونه رعایت نمیکنه می سبک میشوره خیلی جالبه گفتم وایل للمسلین، ولی نگفتم وایل اونایی که نماز نمیخونه اون روشن یعنی حرف نزدن یعنی. ما تو قرآن ویل للقات الصلات تارک الصلات نداریم خداوند متعال نفرموده که وای بر کسی که نماز نمیخونه اون آخر روشنه کسی که نماز نمیخونه این اتفاقا حدیث جالب همین وسطه داریم فاصله بین ایمان و کفر چیه فاصله بین ایمان و کفر همین نماز فاصله بین مؤمن و کافر همین نماز حضرت آمودن اگه کسی سه روز پشت سر هم نماز نخوند از ترک سلاتش سه روز گذشت از دنیا رفت بدنش رو دفت کردن واجب نیست این دا دایره ایمان خارج شد چون دفن مؤمن ولو فاسق باشه دفن مؤمنی که مثلا مبتلای فلان گناه بوده الان از دنیا رفت مسلمان بوده مؤمن بوده از دنیا رفته این گناه رو انجام داده واجب کفایی بر همه مسلمان هم. همه اگر این بدن رو زمین بمونه همه گناه هم. اما کسی که از دنیا رفته تا چهار روز پیش نماز میخونده نه اینکه این چهار روز مریض بوده نتونسته نماز بخونه نه کسی که میتونسته نماز بخونه اما عمدن نماز رو ترک کرده حضرت اگه جنازش رو زمین موند کسی واجب نیست حالا کسی قد لطف کنه به مؤمنین که این بدن سر راه نباشه مثلا بو نگیره این حرفا ولی وجوب دفن کردنش دیگه از بین میره اون وجوبی که در دفن جنازه مؤمن بود و اگر جنازه دفن نمیشد همه مؤمنین مقصر بودن و چوب میخوردن اینجا دیگه نیست یعنی ببینید نه اینکه به صورت تعارف و شوخی حضرت فرموده باشن فاصله بین ایمان و کفر در ترک نمازه نه واقعا اگر کسی سه روز گذشت و نماز رو ترک کرد دیگه از دایره ایمان خارج میشه از دایره اسلام خارج میشه خب این خیلی مهمه دیگه همون آیه ای که میگه ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء والمنکر اعدامش میگه لذکر الله اکبر ذکر خدا یاد خدا توجه به خدا بزرگتر یعنی نمازی که شما میخونیم آخه آمد جوان در دوره پیغمبر آمد تو مسجد شروع کرد نماز خوندن پیغمبر با اصحابشون نشسته بود علی جوان آمد یه چند دقیقه این نماز خوند بعد حضرت فرمود این نماز این نمازی که ما الان دیدیم این عملی که این انجام داد اسمش میذاره نماز نماز نبود بعد چیکار بود حضرت فرمود شبیه نوک زدن کلاغ به زمین بود توجهی توش نبود رعایت متانتی توش نبود رعایت آداب نبود در برابر خدا استادی ببین یکی از شرایط شرایط نماز یکی از شرایط اینه پوشش من من اگر خدا رو در برابر خودم ببینم خودم رو مقابل خدا ببینم دیگه با هر لباسی به نماز نمیست اینی که من مثلا فرض برای شرکت در فلان جلسه برای فلان ملاقات فلان جا خواهم برم مصاحبه بکنم یه جا خواهم استخدام بشم تیپ میزنم حواسم هست برم آقای مسئولیه که میخواد من رو تو فلان اداره راه بده ذکر دیگه این یعنی حواسم جمعه توجه دارم به اون که اون در چه موقعیتیه من باید الان چکار بکنم تو همین موضوع من بگم همین مسئله رو من به یه بند خدای گفتم جواب این حرف میدونین چی میشه یعنی که خدا تو هر شرایطی ناظر ماست اون مدیری که شما میگید من میرم مثلا باش صحبت میکنم حالا یه تیپ رسمی میزنم تو هر شرایطی منو نمیبینه ولی خدا تو هر شرایطی ناظره ولی من فکر کنم که, بله. خب میشه... چی میشه اینجوری الان ببخشید من ده ده یه نکته رو ارزو کنم ببینید درسته که همیشه خدا در هر شرایطی حاضر و ناظر هست اما یه وقتی میخوام با خدا حرف بزنم از اون طرف که ما حرف نمیزنیم نمیگیم خدا الان ما رو میبینه الان ما رو نمیبینه ما در نماز ما میخوایم بریم حرف بزنیم با خدا منی که الان میخوام حرف بزنم با خدا باید یک کمی ای رعایت آداب رو بکنم باید حواسم باشه که الان به صورت خاص و ویژه مد نظرم من الان باید به خدا بگم که خدایا من آمدم با تو حرف بزنم با این لباسی که جلوی مثلا فرض فرمود که همسایه من حاضر نیستم برم درواز بکنم با این لباس آمدم این رعایت شرایط و آداب بگیم. خدا, خدا ما رو آفریده ما رو همینجوری آفریده دیده دیگه نیاز این سال دیگه انقدر خدا واسه ما آفریده چه نیازی ما نماز بخونه اصلا اصل نماز شما رو کار میکنیم چه کار نماز بخونیم باید. نه مثال دنیویش اگه بخوایم بگیم شما پدر مادرتون رو هر روز می‌بینید خب ولی وقتی میخواد روز مادر روز پدر بهشون هدیه بدید با یه آداب و با یه چی بهش میگن تشکیلات خاص, خاص اینو انجام بدید اینم به نظر من مثل قضیه ما خداست شبیه دل... همونه بله دیگه تشریفات گفتگوی با خدا گفتگوی خاص با خدا اون هم اونجوری که خدا خودش دستور داد اینا باید رعایت بشه ببینید مستاق استخفاف به نماز رو ما نباید هیچ وقت پیش بیاریم اگه این مدل نماز خوندن با این لباس اگه این مدل نماز خوندن اینجا و این مکانی که ما در نماز انتخاب می‌کنیم اثر داره نماز خوندن در حمام حضرت فهم در مکروه آشپزخونه تو آشپزخونه اصلا جای گفتگو نیست بله یه وقتی تو زیر مثلا زیر زبونی یه چیزی رو مثلا به خدا بگی یه لحظه پیش میاد با آمادگی قبلی نیست یه لحظه مثلا الان داری آشپزی میکنی مثلا این خانم تو خونه داره آشپزی میکنه الان یه لحظه یاد خدا میفته یاد یه مشکلش میفته میخواد به خدا چیزی رو بگه بله در همین حالتت بگو خیلی صمیمی خودمونی بگو ولی اینی که شما برای نمازی که از قبلش باید آماده باشی وقتش مشخصه برنامه‌اش مشخصه دستورالعملش مشخصه این هم اون شرایط رو آماده نکنی این دیگه مثلاق استخفاف باید باشه دیگه آه من مهم نیست دیگه بله هر جایی که شد اول وقت نماز بخون ولی اگر مندی بین این که در آشپزخونه خونه نماز بخونی یا در پذیرایی خونه که مثلا خیلی مناسب تره خب قطعا در آشپزخونه نماز خوندن استخفاف میشه دیگه تو این که تردید واسه ند... یه هم به عرف بر حالا دور نشیم از بحث اصلی اون نمازه نکته که شما گفتید نماز با رعایت شرایط و ضوابط قطعا تنها ان الفحشاء کرد. یکیش حضرت فرمودن که ادامه آیه خداوند متعال فرمودن که ذکر الله اکبر نماز خوندن یه چیزه این که شما یاد خدا باشی توجه به خدا داشته باشی متذکر این نکته باشی که خدایی هست خدا تو رو میبینه حالا اگه نمازت با این بود که خیلی بهتره یه سال پیش میدم که شما فرمودین که شرطش باشه بعضی وقتا با همین نماز خوندنی که ما تو دین اسلام خیلی بهش اشاره شد تو سر بعضی از کارا میزنیم جوره ازاداری رو میگیریم بعد از کارا انجام بدیم که نماز رو بخون این باعث نمیشه که نماز خوندن اینجا بازم افت پیدا کنه و استخفاف پسش پیش بیاد. این نکته ای که ابتدای بحث هم گفتگو،, گفتگو کردیم دیگه که ما برای اینکه ای چیزی رو تعظیم بکنیم یک کار درستی رو تعظیم بکنیم حالا مثالی که ایشون زدن این بود که مثلا برای اینکه اهمیت حق الناس رو بیان بکنیم بگید خدا حق الله میبخشه کی گفته خدا حق الله میبخشه ممکنه خدا حق الله رو ببخشه درسته اما راحت میزنیم تو سر حق الله که بابا حالا نماز نخوندی هم نخوندی ولی مثلا حلال حرام رو مواظب باش که وقتی مال کسی رو نه حق الناس گردنت نماشه خب این همین اشتباه دیگه یه وقتی مثلا فرض فرمایید که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم میان با نماز مقایسه میکنیم مثال شما مثلا فرض کنید که در بحث ازاداری میایم با نماز مقایسه بکنیم حالا یه وقتی برای بالا بردن نماز اعذاداری رو مثلا بهش خدشه وارد بکنیم یه وقتی برعکس عزاداری رو میخوایم مثلا بالا ببریم تو سر نماز بزنیم حالا نماز چیزی نیست نماز یه عبادت فردیه بین خودت و خدا الان اینجا تعظیم شار نه دو تاش جای خودش نباید هیچ کدوم از مناسک دین یه تخریبی نسبت به یک مثلا عمل دیگه ای وارد بکنه اینا همش کنار هم دیگه مجموع اینها کنار هم دیگه یک دین رو تشکیل میده اگه قرار بشه که فرض فرمایید که حالا من مثال نمیدونم چه مثالی رو بزنیم یه خونه ای رو شما در نظر بگیرید این خونه همش با هم یه خونه است قرارش پذیراییش درست باشه اتاق خوابش درست باشه نمیدونم اتاق بچه ها درست باشه فرض فرمایید که مثلا حیات این خونه مثلا پر از زباله باشه تمیز نباشه نظیف نباشه نمیگن آقا این حیات خونه اینطوری آقا این خونه خوبی نیست حیاتش جالب نبود همه رو با هم نگاه میکنن و اون کثیفی و عدم نظافت در حیات ممکنه کم کم به اتاق هم سرایت بکنه به پذیرایی هم سرایت بکنه ما اگر امروز آمدیم برای درست کردن نماز ضربه به عزاداری زدیم پس فردا برای درست کردن یه چیز دیگه ضربه به نماز میزنیم پس فردا برای درست کردن همینجوری یکی یکی بیش میره دیگه ما مجموع دین رو همه احکام دین رو باید با هم دیگه تنظیم بکنیم در زندگی زینب کبری سلام الله علیها وقتی نگاه میکنیم بینیم که خیلی بها داده شده به همین عمل مهم همین عملی که یه حدیث خیلی قشنگی من از اهمیت نماز عرض کنم بعد وارد چند تا گزارشی که از توجه جدی عقیله بنی هاشم سلام الله علیه و به نماز داریم و اون حدیث اینه که حضرت فرمودن که خدا سگ رو به زبان آورد که حرف بزن گفت الحمدلله خدا رو شد که من سگ هستم اما خوک نیستم یعنی که انه او خلقتش پستره پایینتره. خدا این توفیق رو یا این نات رو به خوک داد که او حرف بزنه گفت الحمدلله خدا رو شد که من حدیث که من خوک هستم اما کافر نیستم من تخریب میکنم آره بالاخره من یه لا دونده. من یه بنده ای هستم شاید خیلی ها مثلا تو سر من بزنم بالاخره خود خدا گفته من نجس ال این ناخونم موم همه چی سگ خوک دو هم اما منکر حق خدا نیستم کافر منکر حق خداست منکر خداست خدا رو شک که من خوک هستم اما کافر نیستم این کافر حضرت فرمودن اگر او قرار باشه حرف بزنه او میگه خدا رو شک که من کافر هستم اما منافق نیستم این پستی منافق از پستی کافر بیشتر ادامه روایت خیلی جالبه ببینید چقدر مهمه بحث نماز ادامه روایت یا نشته آخر روایت حضرت فهمدن که منافق اگر قرار باشه حرفی بزنه منافق اگر قرار باشه سخن بگه این بالاخره نفاق مجسم اگه قرار باشه حرفی بزنه میگه خدا را شکر که من منافق هستم اما تارک و نیستم بالاخره من تو نفاق خودم مجبورم حفظ ظاهر بکنم نماز بخونم ببینید از سگ آمد به خوک از خوک آمد به کافر از کافر آمد به منافق از منافق این یه جورایی دارن ترتیب رو میگن دیگه ترتیب پستی آقا طرف خدا رو قبول داره پیغمبر رو قبول داره چی رو قبول داره مثلا فقط نماز نمیخونه یعنی اینقدر مقامش پس بله دیگه کسی که خدا رو قبول داره پیغمبر رو قبول داره این همه نعمتی که خدا بهش داده رو قبول داره او کافر میگفت اصلا کافر و منافق در اصل انکار خدا مشترکن دیگه خدا رو قبول ندارن حالا منافق حفظ ظاهر میکنه میگه مطامع دنیایی من مقامم پستم در اینه که مثلا ظاهر بکنم اما اینها با انکارشون میگن ببین اگه کسی خدا پیغمبر رو قبول داشته باشه اما نماز نخونه او چقدر پسته او چقدر پست به تعبیری که شیطان رو نگاه کن شیطان با همه پستیش نگو من برای خدا سجده نمیکنم. کنم نماز میخونم دوازده هزار سال مشغول عبادت بود برای خدا سجده میکنم اما تارک و سلات میگه من برای خدا هم سجده نمیکنم. در پستی تارک الصلات حالا از اون طرف بریم اهمیتش در زندگی عقیله بنی هاشم سلام الله ها گزارش هایی که از همین ایام آشورا ایام اوج مصیبت عقیله بنی هاشم سلام الله ها بیان شده به ما رسیده نگاه بکنید خانومی که در روز آشورا هجده نفر از اهل خانوادش رو از دست داده از برادراش فرزندانش برادرزاده هاش همه یک خانوادن هجده نفر رو اینطور از دست داد بعد علم افتاده رو دوشش زین العابدین سلام داره قراره که در این مسیر تا شام یک کمی در حاشیه باشن چرا؟ که حفظ جان بشه که امام بمونه علم به صورت ظاهری بزر... بیمار هستن به صورت ظاهری دیگه بزرگ قافله حضرت زینب سلام الله علیهان که البته میان در همه موارد میان تک... کسب تکلیف میکنن ها به صورت ظاهری کسی نگاه بکنه و این برداشت رو میکنه که مدیریت با عقیله بنی بچه ها رو او باید جمع بکنه زن رو او باید جمع بکنه و این کار رو کرده اینا که فرار کردن رو همه رو او جمع کرده اینا که دارن گریه میکنن شیو... شیون میکنن رو ایشون آروم کردن همه رو تسلی دادن یه زنی که صبح تا ظهر تا دا داغ دیده ظهر تا شب این همه مصیبت دیده و این همه تلاش کرده گزارش که زین العابدین سلام الله علیه از شام قریبان میدن اینه که وقتی همه رو جمع کردن همه رو آروم کردن همه رو تسلی دادن یا این گزارش رو فاطمه بنت الحسین علیه السلام هم دارن همین گزارش می هم. که شام قریبان وقتی همه این سکوت برقرار شد همه آرام شدن همه رو تسلی دادن آب پخش شد همه آب خوردن حالا کمی آروم شدن ناگزیرند که ساکت باشند ناله نکنند به خاطر اینکه تازیانه هست به خاطر اینکه شماتت هست به خاطر اینکه این مصائب هست همه رو عقیله بنی هاشم سلام ها جمع کردن تازه بعد فرمودن که حالا عمه ما وضو گرفتن آماده نافله شب شدن نه نماز واجب نه نماز واجب نافله, نافله شب. شب. اینی که ما اصلا کلا دیاخ اصلا فکر می‌کنیم که اصلا این نیست جزء دین یه نامهای دارن امام عسکری سلام الله به ابن بابوی چند تا تذکر تو این نامه هست همه این تذکرها که هر کدوم بعضیش نکات اخلاقی و بعضیش نکات عبادیه هر کدوم یک بار تکرار شده مثلا حضرت فرمودن علیکه به سلات الرحم یه موردشی که سه بار تکرار شد حضرت فرمودن علیکه به صلات اللیل علیک به اللیل علیک به اللیل چقدر مهمه گمان من بر این حرف که تو زیارت زدیم چی بود؟ عرض کردیم که زیارت خیلی توفیق میاره گمان من بر اینه که نماز خیلی توفیق میاره نماز شب از اون مواردی که خیلی خیلی توفیق میاره از زیارت هم بیشتره؟ مقایسه نمی کنه. مقایسه نمی کنه. اما میگیم خیلی توفیق میاره حالا عقیله بنی هاشم سلام الله علیه انقدر اهمیت میدن به این نماز شبه که شام غریبان اوج مصیبت اوج اون سختی ها و گرفتاری ها هست در راه هست تو این چهل منزل هست در شام هست همه اینها گزارش زین العابدین سلام الله فقط فهمیدن یه وقتایی میشد که از شدت ضعف عمه ما عقیله بنی هاشم سلام الله ها نماز رو نشسته ما ترک نماز حتی این نمازهای نافله و مستحبی نیست امیدوارم که انشالله به حق عقیله بنی هاشم سلام الله علیها خداوند متعال همه ما رو همه محبین امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام رو جزء مسلین و نمازگزاران و کسانی که اهمیت به نماز میدن قرار بدین ممنون تشکر میکنم از شما جناب آقای شفیعی که با ما همراه بودیم همچنین از محمد صادق، محمد جواد و سید امیر هم تشکر میکنم شب خیلی خوبی بود به نظرم بحث جذابی رو با جواب شفیعی آغاز کردیم امیدوارم تو شبای آینده ما رو همراهی بکنید خیلی مخلصیم یا علی ممنون از شما که امشب هم وقتتون رو با ما سپردید شب خوبی رو داشته باشید خدا نگهدار خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز لحظات خیلی خوبی رو با هم داشتیم امیدوارم که هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه یا علی تشکر از شما بینندگان و همراهان گرامی که با ما همراه بودید نشته پایانی خدمت رو خدمتتون عرض بکنم که تمامی فایل های گذشته و امشب در آپارات و یوتیوب شبکه جهانی به طلاب اسلام بارگذاری شده که میتونید از اون طریق ما رو دنبال هم بفرمایید یا علی مدد خدا نگهدار